نوری در انتهای تونل نظام. روز 8 شهریور خبرگزاری نیروی تروریستی قدس رژیم از عقب نشینی فرانسه در برابر فشارهای ترامپ خبر داد و نوشت پاریس از احتمال الحاق بندهای موشکی به برجام خبر داد و افزود سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در کنفرانس خبری روزانه گفت رئیس جمهور امانوئل ماکرون روز 29 آگوست خاطر نشان کرد که می توان توافق وین را با همکاری درباره وضعیت آن بعد از سال 2025 و همکاری های ضروری درباره استفاده از موشک های بالستیک تکمیل کرد. تصمیم 8 شهریور. از آن سو تلویزیون حکومتی با نقد اظهارات وزیر خارجه رژیم درباره برجام گفت وزیر امور خارجه ایران میگوید برجام دارای چارچوبی کامل و راهکارهای مشخص و دقیق است. محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات نیکی هیلی نماینده ترامپ در سفرش به وین و گفتگو با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده جنجال آفرینی‌های واشنگتن تأثیری در اصل برجام نخواهد داشت. تلاش‌های آمریکا به ویژه با روی کار آمدن ترامپ برای زیر سوال بردن متن توافق هسته‌ای در حالی است که دیگر طرف‌های توافق نیز همچنان بر اصالت برجام و حفظ آن تاکید دارند. سفیر فرانسه در آمریکا توییت کرده هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد. در کاخ سفید هم صداهای مخالف برجام مدتی است کم رنگ‌تر شده و کمتر شنیده می‌شود. در همین حال کیهان خامنه‌ای در واکنش به دومین گزارش کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع که روز 7 شهریور در مجلس رژیم قرائت شده بود، استیصال و بنبست نظام را در نمایش طرح اقدام متقابل بارز کرده و جمله نوشته است گزارشی که یکی به میخ و چند تا به نل می‌زند طوری تنظیم شده است که نه دل برجامیان را بشکند و نه صدای دلواپسان امنیت ملی درگیرد. مروری بر روند واقعی اجرای برجام، هر ناظر منصفی را با واقعیت‌هایی بس دردناک مواجه می‌کند که ردپای ضعیف و کمرنگی از آن را می‌توان در گزارش دیروز مجلس دید. کیهان خامنه‌ای در ادامه افزوده است در شرایط فعلی که اوضاع تغییرات مختلف و حساسی کرده، این گزارش بیات و با تأخیر نه به رشد سطح تحلیل جامعه کمکی می‌کند و نه برای مقابله با دشمن برنامه و نسخه‌ای دارد. کیهان خامنه‌ای ضمن نتیجه گیری پایانی با ابراز وحشت حرف خود را اینطور به پایان برده است. آمریکایی‌ها با تصویب مادر تحریم‌ها عملاً دارن همان راه منتهی به برجام را می‌روند و ما را به تونلی هدایت می‌کنند که آن سرش برجامی دیگر است. برجامی که مشتی امتیاز دیگر از ما می‌گیرند و مشتی وعده در جیبمان می‌ریزند و راهی خانه‌مان می‌کنند. به قول معروف اگر در تونلی تاریک نوری مشاهده کردید، خیلی هم خوشحال نشوید. شاید قطاری باشد که می آید تا زیرتان بگیرد. کیهان 8 شهریور.